siempre mucho. Vale. Sizda. Nombre de Sizda. Vale, vale. Bene. خدا عمرت. برو تو مادر. آقای خوشنویس کجا؟ از خرید دوا پشیمون شدین؟ اصلا چرا تشریف برده بودین تو صف؟ بفرمایی داخل. سردرد مختصر داشتم، با دیدن این همه درد و مرض سردرد از یادم رفت. بفرمایی دوای شما پیش منه، یه آرام بخش تو رگتون تصدیق میکنم متعادل میشین. اشکال شما اینه که حس و حالتون بیشتر از آدمای عادیه. بشین بچه، میخوام برم اونجا. سلام عرض میکنم قربان. سلام. یه فشار خون میخوام بگیرم. درد داره پدرم رو در میاره. یکم تحمل میشه. بیا گرو باشه، غروب که شوهرم از سر کار برمیگرده پولشو میده. شما از درد داره من ماشین دودی سوت. یه ذره فشارت رفته میگه این گرا باشه شوهرش اصلی پول میاره. اینجا دواخونه است نه زرگرخونه. نمیخواد بخری گرا باشه، بچه داره از تب هلاک میشه. اینجا دواخونه است نه بانک. حاجت به گرا نیست، من پول نسخه رو میدم. با این مردم فقیر بیشتر مدارا کنید. اونا از طبیب و داروگر امید شفا دارن، نه درشتی. تلختر از دوا چیزی پیدا میشه که آدم دریغ کنه از یک طفل بیمار. صورت گل انداخته یک طفل تبدار، چهره درمونده و دردمند یک مادر، موجد هیچ عشقی به دستگیری مستمندان نیست. برای طبیب و دوا فروش مرگ و مرض عادیه. مرگ فرزندت هم برات عادیه؟ یا اونجا پدری اینجا دوا فروش؟ میدونی چشمم که به شیر نمیفته دیگه، حالا خودمو نمیفته. راستش اینه که جلوی شکمتو بگیری به اندازه بخور. آقای خوشنویس میدونین اون مادر مستحصل چی کار کرد؟ علنگوشو گذاشت پیش من، گفت غروب که شوهرش از سر کار برگشت پول نسخه رو میده، علنگو رو میبره. از من خواست که پول نسخه رو به شما برگردونم، شمارم خیلی دعا کرد، گفت اگه تا شب نیمد علنگو رو بفروش قرضمو بده. ماشالله هزار ماشالله، گوش شیطون کرد، فشار خونتون خیلی بالاست. زمان جنگ این فشار خون خودش نعمتیه. مردم به جای قند توت خشکه و خرما خرک سقم زنن با چای آقای صبری نونخامه ای. برای همینه که اینقدر گرد و قلم بشدن. Thank you.
هفته. هیجده. نوزده. نوزده. خدا خیلی. بیست. بیست و یک. بیست و یک. همون نمره تو بیست و یکه؟ نمره تو بیست و یکه؟ نه. بیست و یک. این بیست و یکه. بیست و یک. نمره بیست و یک راحت شد. نسخهشو باطل کنی. کش به کشمش میخوره آقا رومانتیک میشه. اینجا دواخونه است، نه بنگاه شادمانی. خلق من این، اگه نمیخوای دیگه نمیام. خب نیا. چی شو؟ ماده نسخت بپیچن سر جالیست کنی. بچم داره بال بال میزنه. آقای خوشنویس نوش دارو که بعد از مرگ سهراب نمیخواد. استاد خوشنویس شب نشده شوهر زنه اومد پول نسخه رو داد علنگو رو گرفت. بفرمی stinks here. Hey. Come on, move it. I'm move not it. A nigger. I'm an Indian, get sir. Get the hell out of here. Would you let me take off the towel, sir? Can't get out, I tell the you. Please give out. Me my hat, sir. Here is your stinking hat. Thank you, sir. Thank you. Thank wash you this towel. Sorry, you beat her yet. See? I want you to turn my hair nice and clean. Got it? Yes. Look what I've got. Limonade? Si. No, thank you. Sardine. Thank you. Good, huh? Yani and stockings for your sweetheart. Mamnuna. Yes. Like it? I like it. این حرکات چه معنی داره؟ اینا مثلا متمدنند و بی چشم رو. بگو اصلا اگه هند نبود که آمریکا کشف نشده بود. دیشبم مثل هر شب به خاطرات شما فکر میکردم. اعترافات من دیگه چه منفعتی برای شما داره؟ نه برای استفاده، عبرت آوره. اینکه یک شکارچی دست به موز بشه یک استاد محترم. محترم بودن نهایت آرزوی منه. من هیچ چیز نداشتم و برای رسیدن به همه چیز وقت معینی گذاشتم. پول، شهرت، احترام. پول به اندازه کافی پیدا کردم و در آستانه محبوبیت و شهرت برای رسیدن به قله احترام آماده انجام هر مأموریتی هستم. حتی اگر این مأموریت تعرض به یک پیر مرد بیازار باشه. خطاتی که یک خط بی انتها به استوا میکشه. من که به شما گفتم محصولاتی داشتم. شما هم گل من نبودین. با بزرگواری عفو کردین، بخشیدین از ته دل. قبل نشینی نکنین. شما از سر سه تا اونجا پیش آمدین که گفتیم با من راستگون نبودین. انتظار اینه که در این صمیمیت یک قدم جلوتر بیاییم. من مطلبی رو پنهان نمی کنم از شما، ولی گفتن همه جزئیات چه ثمری داره؟ شما حتی از طرف حکومت زورگو هم مأموریتی برای تفتیش و جلب و دستگیری من نداشتین. شما در استخدام شخص معینی بودین با قصد به دست آوردن مجموعه خطی من
که اون شخص سالها طالبش بود و من راضی به فروش نمیشدم. امیدوارم با طرح این مسائل نخواهین از من سلب دوستی بکنین. رفاقت ما چه لطفی برای شما داره. من افتخاری ندارم که با شما تقسیم کنم. احترام مردم به من فقط حرمت موهای سفیده. اگه عیار احترام سفیدی کاکل و نرمیه از این بابت پنبه محترمتره تا خوش نفیس. برین سراغ حلاجا. من حتی از یک آدم درماندم لاحلاشترم. من دوتا آدم سرگردانم. شما دچار ضعف اعصاب شدین، بهتره به طبیب مراجعه کنین. بهترین درمان برای من فعلا اینه که مثل گذشته لطف کنین و دوست من نباشین. لازمه شاخص‌ترین خصوصیت اخلاقی منو بدونین. من با تمام تنگ دستی عهد طفولیتم گدایی نکردم، حتی محبتو، حتی از مادرم. به شما اطمینان میدم که تا ابد از دیدار من در امان باشین. استاد خوشنویس، مگه قصد اصلاح نداشتین؟ چرا؟ بیشتر از همیشه. پس کجا تشریف میبری؟ مصلحی پیدا کنم. شیر کاکائوتون. واقعا وقت خوردن شیر کاکائو هم هست. کاملا وقتشه. درست روزایی که اطفال معصوم از بیشیری تلف میشن. دلناگران نباشین. آمریکایی‌ها کامیون کامیون شیر خوش وارد کردن قربان. شیر میدن که خون بگیرن. Maybe I can help you, sir. Totally munat bein aga amrikai mein dawa. Nice to meet you, sir. امروز حاکم میز ما شما. قضای من ساده است. من در زندگی وقت زیادی برای خوردن نداشتم. کم اشتها به نظر نمی آین. حتی میشه گفت پرخورم. بیشتر شکم تو پر کردی تا یک چیز دندانگی. تلافی روزهای گرسنگی رو در آوردم. در دوران سیری باید رفت سراغ تنوع برای تحریک اشتها. هنوز ولع خوردن دارم. خوردن به خست سیر شدن مثل خوابیدن برای رفع خستگیه. خواب عالم غریبیه و هر بعد غذا یک ضیافت. من سختی کشیدم؟ موسم فراغت بعد از یک زحمت مختصر. دریاک خارجی ها دل نگرانم. برای که به دامن ملت ما انداختن، حالا افتاده تو گریبون ارتششون. روسا؟ روسها که منضبطن. به نون بیشتر فکر میکنن تا افیون. انگلیس هم که مبادی آدابن. آمریکاییان که شهر رو شلوغ کردن. آمریکایی تو هر لباسی که باشه یک کابوی دنباله بفالایی. ما کابوی تریاکی بد کفتیه. شکلول بند و شیر کشخانه از عجایب این سرزمین. میشه به زبون خودم حرف بزنم؟ چون هر مطلبی عبارت خودشو میطلبه. حتما هر لغت معنی خودش رو میده. من از مخالفین لغت معنیم.
شیر کشخونه ها دست شبون خانه. اگه به دست خارجی ها برداشته بشه بحث انگیزه، و به دست یک مأمور تامینات امریست ملی. کی از من مراقبت میکنه؟ به خارجی اعتماد ندارم، جماعت اوباش حال و هوای خودشونو دارن، مثل یک مملکت مستقل تو شکم هر اجتماعی حکومت میکنن، دست به ترکیبشون بزنی آدمو بد ترکیب میکنن. من حتی با حمایت نظمیم ضعیفم. با سوپ اسفناج شروع میکنیم. اسفناج سرشار از آهنه، تقویتت میکنیم. قائله 17 آذر 1321 و قتل شعبان. بعد از استعفای فروغی از ریاست دولت و صدارت کمدوام علی سهیلی، مجلس به قوام السلطنه ابراز تمایل کرد و احمد قوام تشکیل کابینه داد. انتخاب قوام مطابق میل نبود. از شاه خواستم به قوام تکلیف استعفا کند، قوام نپذیرفت. در این ایام کار دولت به واسطه مزیقه نان مشکل بود. شعبان سردسته اوباش هم جماعتی گرد کرد و عامه هم به آنها پیوستند. اینک توجه شما را نسبت به بیانات جناب آقای احمد قوام نخست‌وزیر که مستقیما از رادیو ایران می نمایند جلب می نماییم. نانی گر خورد مرد خدا، فضل درویشان کند نیمه دیگر. مملکت ایران روزهای غیر طبیعی حاضر را می گذراند، با اینکه داخل در جنگ نیست، در حسیل جنگ واقع و در مسائب آن متاسفانه شهر دارد. من آزا با مقاومت دولت در مقاومت با مشکلات و با مقاومتی این امریکا چند منظور بود که میبایست حاصل شود. اول دولت قوام بی‌اعتبار شود و ضرب شستی به شاه جوان نشان دهم که قوام هم حریف میدان ما نیست. در ثانی شعبان که مسبب قائله است به دست مفتش شش انگشتی از میان برداشته شود که خواست متفقین تأمین شود، به جهت آنکه شعبان عامل شیوع تریاک بود و متفقین از آلوده شدن قشون خود بیم داشتن، خصوص امریکایی ها. و سالسن موجباتی فراهم آید تا مأمور تأمینات هم به دست نزدیکان شعبان برای همیشه خاموش شود، چون مطالب زیادی در باب ما می دانست که نباید می دانست. اون
رو پنیر و پونه قوام و گشنبونه قوام و بر میذاریم دورش و سره میاریم دمار در میاریم دمار در میاریم مانو در سیلو نبخن دولت زرگو نبخن قوامی استفا بده قوامی ما رو با بده چون چلی بگو به استالین فایده نداره بعده این جمع بشین متفقین اپ رو بیاری بزنین قوام و داگه کردین دردون همایه کردی قوامی کلاش پش نداره محتد و کردش نهره قوام و گشنمونه قوام و گشنمونه مردم همین ها درستن پیش به تو که مجده قوام ما گوش نمونه قوام ما گوش نمونه قوامی ما گوش نمونه قوامی ما گوش نمونه قوامی ما گوش نمونه قوامی ما گوش نمونه نور پنه نور پنه نور پنه نور پنه Thank you.
خب بچه ها خیلی کنگوش هست این باید این آتیش خاموش کنگوش هست این کنگوش هست این کنگوش هست این کنگوش هست این کنگوش هست زیاد حرف نشد این کار بکنید شریف هست Yeah, boy, they need to come on.